ولایت هرات در غرب کشور با داشتن دو بندر مهم اسلام قلعه و تورغندی از جمله مهمترین ولایت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شوند. از همین رو مسئولان اداره مصوفیت ولایت هرات میگن که در جریان چند سال اخیر عایدات و مالیات مصوفیت این ولایت افزایش چشمگیری داشته است. فائقه علیزاده مصوفی ولایت هرات میگوید که مبارزه جدی با فساد اداری، تطبیق قوانین نافذه مالیاتی از جمله مواردی است که موجب ازدیاد عواید این اداره شده است. ما در سال 1397 در سال مالی 1397 همونجور که گفتم 6% ما تضییع داشتیم و در تارگتی که برای ما در امسال داده شده در ای دو ماه اول هم نزدیکی به 1.5% ما در بخش های LTO, MTO و STO که داخل خود مصرفیت ولایت هرات تضییع داشتیم. خانم علیزاده همچنان بهتر شدن وضعیت اداری گمرکات، ایجاد سهولت برای تاجران و سرمایه گذاران، افزایش تجارت و واردات کالاهای تجارتی از خارج از کشور را از جمله عمده ترین علتهای دیگر افزایش عواید این ولایت می خواند. پی افزود که مالیات جمع‌آوری شده از 3,388,000,000 به 4,110,000,000 افغانی افزایش یافته که این رقم افزایش 6% عواید مالیاتی را در این اداره نشان می دهد. عواید غیر مالیاتی که مربوط میشه به ادارات مثلا ریاست های ترانسپورت، ترافیک، معدن، اینا که میگفتم که در رأس از این کمیته هم ایجاد شده به اسم کمیته زیاد عواید که در رأس از این ولی سه به محترم ولایت هرات هستن، ما تنقیصی که داشتین و همین الان هم مشاهده میکنیم در رابطه با عواید غیر مالیاتی هست که انشالله امیدواری‌های از این هست و ما با ولی صاحب محترم هم بشیشتیم رو از این توجه میکنم. به وزیر صاحبم من صحبت کردم، قرار شد ویدیو کنفرانسی هم با ولی صاحب محترم داشته باشن و هم اداراتی که عوایدی هستن اونا رو در افزایش عواید و به خاطر که کسر عواید از ادارات غیر مالیاتی هم کم شه انشالله جلسات و برنامه‌هایی هم داریم، انشالله موفق خواهیم بود. در همین حال مسئولان اداره محلی ولایت هرات از همکاری های لازم در بخش جمع‌آوری مالیات با اداره مصوفیت خبر می‌دهند. یک سلسله مشکلات وجود داره، مثلا از یک حوزه کاری به شما میگم ریاست محترم فایدامه برای از تارگت یا هدف تعیین شده که عواید خود جمع‌آوری بکنه، اما در جریان سال مسئولیت ترازوها از فایدامه به گمرک انتقال شده، یا مثلا شاروالی دروازه ها مربوط به شاروالی بوده حالا انتقال یافته به گمرک، این شاید امکان نداشته باشه، اما در مجموع ادارات که در سطح ولایت هرات فعالیت دارن، چه ادارات عایداتی چه ادارات دیگه هست، در راستای جمع‌آوری عواید خود از زیر نظر کمیته‌ای که در سطح مقام ولایت هرات وجود داره در سال گذشته موفق عمل کردن. کسانی که در این راستا پیشتاز بودن تقدیر شدن و در این زمان این روند ادامه دارد. ولایت هرات به دلیل هم مرز بودن با دو کشور ایران و ترکمنستان از اهمیت بالای اقتصادی برخوردار است. به همین دلیل گفته می شود که شرکت های زیادی در راستای صادرات و واردات کالا در این ولایت فعالیت می کنند. ظاهرا همین امر بر افزایش عواید اداره مصوفیت نیز تأثیر گذاشته است.